با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم از تلویزیون جهانی پارس، برنامه خبرها و نظرها. امروز مطالب بسیار زیادی رو داریم که با شما در میون بگذاریم. از جمله میخوام یکی از کلیپ هایی رو که یا پست هایی رو که آقای عالی پیام میگذارن در فضای مجازی با هم دیگه ببینیم، تا ببینیم که نظر مهمان ارجمند برنامه که حضورتون معرفی خواهم کرد، یعنی معرفی شدن، ولی میپیوندیم به ایشون بعد از مقدمه کوتاه و دیدن این کلیپ یا این پستی که آقای عالی پیام گذاشته به عنوان جدی بگیریم شماره 62. با هم میبینیم. درود بر شما خوبان. عزیزان، تو این کلیپ من میخوام راجع به ائتلاف صحبت کنم. ائتلاف یعنی چی؟ ائتلاف از ریشه الفت میاد، به معنی مهربانی و نزدیک شدن. در ده خدا به هم پیوستن و با هم شدن معنی شده. در فرهنگستان زبان و ادب میگه ائتلاف همکاری کنشگران سیاسی رقیب در مقابل حریف مشترک. در دانشنامه عمومی اومده اتحاد موقت گروه‌ها و نیروهای سیاسی که هدف معینی را دنبال می‌کنند. خب اپوزیسیون یعنی چی؟ در دانشنامه آزاد اینطور معنی شده: مجموعه افراد و نهادهای مخالف اصل نظام سیاسی که در صدد براندازی نظام حاکم هستند. خب حالا ائتلاف اپوزیسیون الان فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی کسانی که در صدد براندازی نظام سیاسی ایران هستند با همدیگه بشینن دور هم، با همدیگه دستشون رو بذارن تو دست هم، حالا هر اسمی دوست دارن روش بذارن، آقا بگید، شورا بگید، ائتلاف بگید، مجموعه، هرچی، این مهم نیست. مهم اینه که بعد از 2 ماه به خواست مردم داخل ایران پاسخ بدید. مردمی که 80 میلیون دو سه روزه با همدیگه متحد شدن منتظر امینند بعد از 2 ماه شما 8 نفر میتونید دور یه میز بشینید یا نمیتونید. اینطور که پیداست تلیعه این کار رو داریم میبینیم، زده شده، هرچند فعلا در دوران نامزدیه، امیدواریم به زودی به عقد بیانجامه. یک عده میگن که چرا نماینده همه اقوام اینجا نیستن، نماینده خلق عرب، نماینده بلوچ‌ها، نماینده سایر اقلیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، کارگرها، نیروهای چپ. عزیزان من، اینجا حلوا خیر نمی‌کنه، شعله زرد هم تقسیم نمی‌کنن. اینجا قانون اساسی قرار نیست بنویسن. اینجا بودجه مملکت هم تصویب نمی‌کنن. این شورای رهبری هم نیست. این شورا قرار نیست رهبری کنه. وظیفه‌اش تا لحظه پیروزی چیکار باید بکنه؟ پژواک صدای مردم ایران باشه در خارج از کشور، تمام. شعارها و خواستهای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونه، با رهبران سیاسی، با پارلمانها، با احزاب سیاسی در دنیا تماس بگیرن، نشست و برخاست کنن و بهشون حالی کنن که اگر از بمب اتم میترسید جمهوری اسلامی باید بره، اگر از گسترش تروریسم تو منطقه میترسید جمهوری اسلامی باید بره، اگر از گسترش افکار تروریستی تو کشورهای خودتون میترسید جمهوری اسلامی باید بره، اگر به منافع خودتون میاندیشید جمهوری اسلامی باید بره. این چیزیست که این گروه قراره انجام بدن و بعد این دولتها رو حالی بکنن که ما درخواست داریم روابط دیپلماتیکشون رو با ایران قطع بکنن، سفارت هاشون رو در حد کاردار 2-3 بیارن پایین، هم اخراج کنن هم احضار کنن. این پول های بادآورده ای که آقایون جمع کردن تو اون کشورها بلوکه بشه به نفع مردم ایران. این آقازاده های اینا از کشورهاشون اخراج کنن. اگر مملکت ایران خوبه، این بچه های ایران اونجا چیکار میکنن؟ این وظیفه این شوراست. تا که تا لحظه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی که ساقط شد، مأموریت این ائتلاف تمام.
حالا باید جای خودش رو بده به یک شورای گذار، به یک دولت موقت، به یک ترکیب دیگری که اونها حکومت رو اداره کنن در پس از پیروزی انقلاب. اینا قرار نیست رهبری هم بکنن، نه رهبری قراره بکنن، نه قراره چیزی تصویب کنن، نه قراره بعد از انقلاب اینها نقشی داشته باشن. در بعد از انقلاب، بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، شورای دیگری تشکیل خواهد شد، متشکل از رزمنده هایی که در ایران هستند، عزیزانی که بخششون الان تو زندان هستند، بخششون الان کف میدان هستند، و احیانا تعدادی از اعضای این شورا پس از منحل شدن این شورا تو اون شورا هم خواهند بود و اونها مملکت رو اداره خواهند کرد، زمینه رو برای انتخابات، نوشتن قانون اساسی و غیره و غیره آماده خواهند کرد. حالا یه عده شروع کردن هی ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن، این آقا این سابقش اینه، اون خانوم اینجا اینجوری گفته، این یکی نه هنرپیشه فلان بوده. آقا خانوم، تو این 7-8 نفر آدم یه نفر نیست که تو دوستش داشته باشی؟ به خاطر اون یه نفر حمایت کن. نمیگیم همه اینا مورد تایید همن، بالاخره هر کدومشون مورد تایید یه عده‌ن. اینا آدمایی هستن که در داخل ایران سوسکه دارن، در دنیا هم شناخته شده هستن. شما با اون یه نفری که دوست داری و اون توه، با اون دو نفری که دوست داری و اون توه، این شورا رو، این ائتلاف رو حمایت کنید. اینقدر تو زمین جمهوری اسلامی بازی نکنید، اینقدر آب با آسی. دوستان من یه رفعه فرمول بهتون دادم، هر حرفی که جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه نباید زد، از هر چیزی که جمهوری اسلامی رو عصبانی میکنه باید استقبال کرد. الان شما این چند وقته ببینید چه گاردی گرفته جمهوری اسلامی برای این ائتلاف، هی تخریب میکنه، اینو تخریب میکنه، اونو تخریب میکنه. ما همه دستامون رو میذاریم تو دست هم، وقتی با هم شدیم کامل میشیم، دونه دونمون ناقصیم. این رو جدی بگیریم. با درودی برای آقای عالی پیام عزیز میرویم به دیدار مهمان ارجمند برنامه، جناب دکتر منصور فرهنگ. و من صحبتهایی رو که در مونولوگم میخواستم انجام بدم و مطرح کنم، طی صحبتم با ایشون مطرح میکنم. سلام میکنم به جناب دکتر منصور فرهنگ و سپاسگزار شرکتشون هستم بار دیگر در برنامه های من. خیلی متشکرم از دعوتتون، امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم. دکتر فرهنگ، شنیدید صحبت های آقای عالی پیامو، چیه نظرتون؟ ائتلاف یک کلمه بسیار مهمی که در ائتلاف از نظر من، در نظر سیاسی بهش نگاه میکنم، یعنی اینکه گروه‌ها یا احزاب مختلف از مواضع حد اکثری خودشون کوتاه بیان و ببینن چه نوع توافقی میتونن با دیگر احزاب یا گروه‌ها داشته باشن که براشون قابل تحمل باشه. و مسئله ائتلاف این که صحبت است که ائتلاف دو جنبه داره، یکی جنبه سلبیه که از اون جهت من فکر میکنم ایرانیایی که فعالن در خارج از کشور همه در رابطه با ماهیت رژیم ایران و به طور کلی جنایاتی که در اونجا میشه، کم و بیش رژیم فاشیستی است. من کلمه فاشیست رو به عنوان پرخاشگری ازش استفاده نمیکنم، بلکه به عنوان توصیفی استفاده میکنم، یعنی رژیمی که از هر جهت شباهت‌های بسیار بسیار زیادی به حزب نازی آلمان و یا حزب فاشیست ایتالیای قبل جنگ بین الملل دوم به هر حال داره. ولی وقتی به جنبه ایجابی قضیه می‌رسیم که ما چی می‌خوایم، در اونجا در فرهنگ سیاسی ایران ائتلاف با نهایت تأسف وجود نداشته. اینکه گروه ها در رقابت هایی که میکنه، اولا اون چیزی که آقای عالی پیام توجه الان نیازی نیست که او در اون بهش توجه، اگر ما فرض بکنیم که این رژیم کنونی فردا مزبهر شد، فردا به کلی فروپاشی کرد، ولی معنی اون نیست که گروه های اسلامگرا در ایران و یا گروه هایی که با دموکراسی، لیبرال دموکراسی مخالفن، اینا تموم میشن به هیچ وجه. این گروه ها ممکنه مواضع خودشون رو عوض بکنن و
و انتقاداتی هم از ولایت مطلقه فقیه داشته باشند، ولی باز به نام اسلام و یا به نام ایدئولوژیک های تمامیتگرا فعال می‌شوند، همطور که امروز هنوز در خارج از کشور هم هستند. در برابر اینها اگر نیروهای معتقد به جمهوریت، به حقوق بشر، به جدایی دین از حکومت، به برابری زن و مرد اعتقاد داشته باشند، اینا منطقه اصول کلی است. این گروه ها ضرورتی است که با هم ائتلاف میکنند، ولی ائتلاف کردن یک قبلا ما در این رابطه صحبت کردیم، یک کلمه بی نهایت مهمی درش وجود داره، به طور به اصطلاح یک کلمه، یک فرض ننوشته شده، یه فرض ننوشته شده در مقوله ائتلاف وجود داره و اون چیزیه که به انگلیسی، کلمه انگلیسیش هست compromise، یعنی کوتاه اومدن، یعنی کنار اومدن. کلمه compromise با نهایت تأسف در فارسی سازش ترجمه شده و از کلمه سازش در گفتمانهای سیاسی به عنوان اتهام زنی و پرخاشگری ازش استفاده میکنن، در حالی که سازش، حالا یا بگیم معنی بستر و کامپرمایز رو، به من کلمه کنار اومدن رو بهتر میپذیرم. یعنی که بله، این دقیقا هم این کار، حرف آقای آلیکان بی نهایت صحیح و جالب و بسیار مهمه که در داخل دموکراسی در یک کشوری مثل ایران، در هر کشور دیگه ای که زیر استبداد بوده، فقط در صورتی امکان پذیره که نیروهای مختلف که بینش‌های متنوع دارن، اینها بتونن در برابر رقبای خودشون که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایل سنتی متعهد به دموکراسی هستن، ائتلاف درست کنن. این ائتلاف در زمان مصدق هم وجود نداشت. شخصیت مصدق یه عده‌ای رو متحد کرده بود، ولی نه اینکه تمام گروه‌هایی که در ایران بودن با هم همجهت باشن، ائتلاف کرده باشن، کنار اومده باشن. مثال بزنم براتون، اگر فردا در ایران، همونطور که آقای عالی پیام میگه، اگر فردا در ایران برای تایید مدرسه ای قانون اساسی یک انتخابات انجام بشه که میخوان مدرسه مؤسسان تشکیل بدن، سوال اساسی اینه که اون نمای کسانی که میخوان کاندید مدرسه مؤسسان بشن از طرف نیروهای مترقی که الان صحبت کردن راجبشون، اینا چگونه انتخاب میشن؟ اگر هر کدوم از این گروهایی که الان گروهای متعددی هستن که در مواضع به اصطلاح حداقل تئوریک خودشون، در مواضع انتزاعی خودشون تعهد به این اصولی رو که عرض کردم دارن، ولی در عمل اختلافاتی با هم دارن که استکاک شخصیت توش هست، و این دقیقا اونجاست که اگر این نیروها نتونن کاندیداهای مشترک داشته باشن، و اون کاندیداهای مشترک یعنی ائتلاف کردن، یعنی کوتاه اومدن از مواضع حد اکثری، یعنی کنار اومدن، یعنی که این بی نهایت، این در خارج از کشور ما برای اولین بار در تاریخ این 100 سال گذشته که این مبارزات در ایران ادامه داشته، بیش از 100 سال ادامه داشته، امروز ما در خارج از کشور شخصیت ها و فعالین و کسان، انسان های با تجربه سیاسی که مواضع مختلف رو معرفی بکنن هستند. توجه داشته باشیم که ایران یک جامعه بسیار کثرت‌گراست، فراموش نکنیم اون رو، که این کثرت‌گرایی امروز در خارج از کشور وجود داره، و چقدر حرف آقای علی دوستی صحیحه که این گروه ها در خارج از کشور که در ایران امکان پذیریست، این ریشه این ائتلاف رو در خارج از کشور، نه به این معنی که این ائتلاف آینده ایرانه، به هیچ وجه، در ائتلاف واقعی در ایران انجام میشه، ولی ائتلاف نمادین، یعنی اینکه ایرانی هایی که معتقد به بینش های متنوع هستن توانایی ائتلاف دارن و رفتارشون و عملکردشون میتونه بیانگر اون ائتلاف باشه، این در خارج از امکان پذیره. که من فکر میکنم فعالیت هایی در حال گسترشه که من امیدوار میکنه، ولی هنوز به اون جایی ما نرسیدیم که به عنوان این جمعیت ائتلافی بتونیم اعتبار بین المللی کسب بکنیم و به ناظرین خارجی که به ایران توجه دارن یا رسانه خارجی بگیم که در ایران یک بدیل دموکراتیک نمادین
در خارج از کشور وجود داره که در این در داخل کشور وقت اگر آزادی باشه و این رژیم مزبحل بشه میتونه واقعیت بدیل اصولی در اونجا داشته. این بی نهایت مهمه. واقعا من خیلی خوش آمد میگم و تشکر میکنم از آقای حالی پیام که این موضوع رو مطرح کرد. دکتر فرهنگ، این عده خودشون گفتن که ما ائتلاف نیست کاری که داریم میکنیم. این شش نفری که آمدن و اسامیشون رو همه دیگه میدونن، یعنی نیازی نیست که ما تکرار بکنیم. از شاهزاده رضا پهلوی، آقای حامد اسماعیلیون هستن، خانم آقای علی کریمی هستن، آقای عرض کنم حضورتون که خانم دو تا از خانم های هنرپیشه شناخته شده هستن. خب اینها به اصطلاح سلبریتی هستن، کسانی هستن که محبوبیت دارن در داخل ایران و به هیچ وجه خودشون رو به عنوان نمیگن که ما با هم دیگه آمدیم ائتلاف کردیم، میگن ما آمدیم با همفکری گروهی که هستیم میخوایم بریم به اون سمت که بعدن اگر که این تقویت بشه شاید بشه به صورت یه ائتلاف در بیاد. ببین آقای ائتلاف توسط احزاب انجام میشه. بله. توسط احزاب و در چارچوب احزاب بعضی از همین شخصیت‌ها که شما اسم بردین اگر با حزبی احساس خویشاوندی بکنن، نه الزاماً عضو اون حزب باشه. ما در خارج از کشور حزب چپ داریم، جبهه ملی داریم، گروه های لیبرال داریم، نهضت آزادی به سبب تپای بازرگان و بنی صدر داریم و گروه های زنان داریم، فعالین بی نهایت بی سابقه زنان داریم. همینطور افراد و شخصیت ها و گروه هایی که اقلیت های قومی رو، اقلیت های مذهبی رو معرفی میکنن، اینا همه در خارج از کشور وجود داره. بعد ائتلاف فقط موقعی کلمه ائتلاف یا واژه ائتلاف مورد استفاده قرار میگیره که افرادی که در این جمع چه از جهت سلبی و چه از جهت ایجابی مواضع مشترک میگیرن، همکاری میکنن، معرف تشکیلاتی باشن در داخل کشور. ولی در خارج از کشور این تشکیلات وجود داره، ولی این تشکیلات بیشتر تشکیلات نمادینه. اینه که ما درسته که این گروه هایی که جمع شدن از این که مواضع مشترک سلبی دارن و ارزش‌های دموکراتیک دارن قابل احترامه و قدم مثبتی است، باید خوش آمد گفت بهش، تردیدی نیست، انتقادی نسبت بهش وارد نیست. ولی آیا اگر فردا در ایران امکان انتخابات برای مجلس مؤسسان شد، این گروه ها هستن که بخوان، چنین گروهی است که بخواد بیاد کاندیداهای معرفی بکنه که برای احزاب مختلف قابل احترام باشه؟ خیر، اون باید به وسیله کسانی بشه که امروز در خارج از کشور گذشته. مثلا بسیاری از کسانی که جبهه ملی یا چپ یا نهضت آزادی یا لیبرال یا به طور کلی گروه های ملی یا خصوصا فعالین زنان، فعالین مذهبی و قومی، اینها تاریخ چیز دارن، اینا همشون تجربیات به صدق قابل احترام و با ارزش سیاسی دارن. اونها هستن که باید، و بعد این شخصیت ها که شناخته شدن به قول شما سلبریتی هستن، برای معرفی کردن ایده های اینها، برای دفاع از اینها در برابر توده های مردم نقش بسیار مؤثر و مفیدی دارند. خب همین موضوعست که حالی پیام به خوبی بهش اشاره میکنه و کسانی که به طور قطع از حامیان جمهوری اسلامی هستند دارن سعی میکنن تخریب بکنن، سعی میکنن که مثلا فرض کنید راجع به هنرپیشه ای رو که واقعا مبارزه کرده با محدودیت هایی که جمهوری اسلامی برای هنرمندا داشته، گلشیفته فراهانی و نازنین بنیادی، اینها به اصطلاح سلبریتی هایی هستن که مردم دوستشون دارن و همونطور که اشاره کردید میتونن یه تلیعه ای باشن برای ادامه همین تلاشی که داره میشه همه جانبه. دکتر فرهنگ، فکر نمی کنید که
پیوستن تعداد بیشتری از افراد، از جمله شخصیت‌هایی مثل خود شما، دکتر عباس میلانی، دکتر با آقای دکتر علمداری صحبت میکرد، آقای دکتر علمداری، به طور کلی فرهیختگان و شخصیت هایی که در طی این سالیان در خارج از کشور نهایت سعیشون رو کردن که افشاگری بکنن، سعی کردن مردم رو روشن بکنن راجع به جنایاتی که در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و با روشی که این رژیم طی 43 و شاید نزدیک 44 سال در ایران اعمال کرده، تخریبی رو که انجام داده، غارتی رو که انجام داده، تجاوزی رو که به دختران و پسران انجام داده و سرکوب‌های بی‌امانی رو که انجام داده، بخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و لطماتی رو که این رژیم به پیکر مملکت مبارک کرده کم نیست یا ادامه داره. هنوز این بگیر و ببندها، هنوز سرکوب، هنوز کشتار، هنوز تجاوز، هنوز خیانت به همه چیز مملکت و اینا ادامه داره. فکر نمی کنید که پیوستن گروه بیشتری به، یعنی همبستگی عده بیشتری به این گروهی که پیش قدم شدن میتونه تقویت بکنه برای همون تلیعه‌ای که شما ازش نامی برید؟ به طور مسلم. از این ولی توجه داشته باشیم که تمام این فعالیت ها بیشتر جنبه های سلبی داره. تمام این توضیحاتی که راجع به جنایات و ماهیت فاسد و فاشیستی رژیم شما توضیح ده، اینا واقعیتی شده که امروز حتی دیگه در رسانه های غربی هم راجع به، ولی ائتلاف بر مبنای ضدیت نمیتونه انجام بگیره، بلکه باید جنبه بسیار مهم ایجابی داشته باشه. و یک نکته بسیار مهم دیگه ای که ما باید یاد بگیریم در خارج از کشور و که خود اون میتونه جلوگیری بکنه از تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی رژیم فاسد ایران که بخواد اختلاف بندازه در خارج از کشور، جلوگیری اینه که وقتی ائتلاف شما داری، با شما با کسانی ائتلاف میکنی که به انگیزه اونها احترام میذاری، به نیت اونها احترام میذاری، ولی در رابطه با مواضع سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی یا آموزشی مواضع کاملا همانند نداری. مثلا فکر بکنی که جبهه ملی ممکنه مثلا با یه حزب چپ ایران مواضع کاملا مشترکی نداشته باشن، ولی خیلی هم مواضع به اصطلاح هماهنگی های زیاده. بنابراین این رو ما در خارج از کشور بیاموزیم، برای اینکه دموکراسی بدون گروه های رقیب امکان پذیر نیست. آیا یه جد در یه جامعه در سراسر تاریخ دموکراسی هیچ وقت وجود داشته که احزاب مخالف وجود نداشته باشن، احزاب رقیب وجود نداشته باشن؟ یه اجتناب ناپذیره. یعنی در واقع دموکراسی داره پیشفرض دموکراسی که بازم پیشفرضی ننوشته شده است، اینه که میگه هر جا آدم ها داره هم جمع شدن تو جوامع مدرن که بخوان با مسائل و چالش های خودشون روبرو بشن، اختلاف عقیده دارن، اختلاف منافع دارن، اختلاف سلیقه دارن و اصطکاک شخصیت دارن. اینا اجتناب ناپذیره. یعنی یک جامعه امروز روی کره خاکی وجود نداره که این واقعیات و این اختلافاش درش وجود نداشته باشه. ولی آیا این اختلافات در سوئد و در ایران یا در کره شمالی هماننده؟ دموکراسی یعنی به اصطلاح اداره کردن یا منیج کردن، اداره کردن این اختلافات و با کوتاه اومدن، با کامپرمایز، این کلمه کلیدیه، با کامپرمایز بتونیم به جاهایی برسیم که نه اینکه همیشه به مواضع حدک، بلکه به مواضعی برسیم که برامون در حال حاضر قابل تحمل. و این مواضع و این تغییرات هم همیشه در حال تغییر و تحوله. هیچ وقت اینجا دنیای سیاست اینه که کاملا درسته این اقدامات مثبت، باید به همه اونها خوش آمد گفت، ولی کافی نیست. امیدوارم روزی بشه که امروز 5 تا 6 تا گروه های به نام احزاب، اگرچه این احزاب در خارج از کشور نمادینن، ولی بسیاری از رهبران و فعالیت های اونها گذشته هایی دارن در ایران که با احزاب مختلف و گروه های مختلف احساس خویشاوندی و فعالیت تنگاتنگی داشتن. اینا این پیشرفته، ولی
این عمله، فقط باید فعالیت های خودمون رو از جنبه سلبیش و از ایجابی جدا بکنیم و ائتلاف در چارچوب این که ما چی میخواییم باید انجام بشه، نه اینکه چی نمیخواییم. یعنی مصیبتی که قبل از انقلاب 57 داشتیم که در اون موقع واقعا اتحاد بی سابقه ای در تاریخ ایران وجود داشت، این هم باید کتمان با نهایت شرم باید این واقعیت رو بگیم که همه ای ما از جمله خود من در واقع در اون شرم داشتن شریکم، که هیچ کس سوالی مطرح نمی کرد که این جانشین این رژیم و تشکیلاتی که استبداد پهلوی جانشین چی میخواد باشه. اصلا همچی گفتمانی وجود نداشت، گفتمان حقوق بشر وجود نداشت، همه 100% کاملا مطمئن بودن، خیلی با شور و اشتیاق چی میدونستن که چی نمیخواد. و دیدیم که به اون وقتی دستیابی پیدا کردیم به اون چیزی که میخواستیم چه فاجعه‌ای بار آورد. و این محدود به ایران نیست، در مصر هم همین شد، در عراق هم همین شد، امروز در عراق. بنابراین بی نهایت مهمه که حرفایی که صحبتی که به صدا امروز آقای عالی پیام کردن، آقای عالی پیام صحبت چی میکن، تالو صحبت چی میکن، این بی نهایت مهمه. امیدوارم که این به عنوان یه، اگرچه او بیشتر به عنوان یه کسی که طنز مطرح میکنه دیده میشه، ولی صحبتهایی که امروز کرد صحبتهایی بسیار مهم و عمیق سیاسی است که واقعا باید ازش عبرت بگیریم و سعی بکنیم که در رفتار و کردار خودمون اونو به منصه ظهور برسونیم. متشکرم آقای دکتر. ما رسیدیم به ساعت پخش پیام‌های بازرگانیمون. من سوالی رو که مطرح می‌کنم خدمتتون و بعد از بازگشت خواهش می‌کنم پاسخ بدین اینه که فکر نمی‌کنید که دیگه جبهه ملی و گروه‌هایی که در گذشته فعالیت سیاسی داشتند و اینها دیگه به کلی کمرنگ شده کارشون و واقعاً باید میدون رو برای جوانان و فعالین سیاسی امروز که کم هم نیستن باز بگذارند؟ بینندگان گرامی، میریم از مسیر پیام‌های بازرگانی عبور می‌کنیم و منتظر پاسخ جناب دکتر منصور فرهنگ خواهیم بود. با ما باشید. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. آژانس امیر این بار شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می کند. تاریخ حرکت 16 ژانویه. دیدار از قاهره، اسوان، لاکسور، موزه مصر و مسجد الرفاعی. سه شب کروز در کابین های دوکس 5 ستاره بر روی آبهای نیل. 4 شب خاطر انگیز در دبی، مرکز منحصر به فرد ترین معماری مدرن جهان. و دیدار از جاذبه های زیبای توریستی. اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره. قیمت استثنایی $3,990. 818-758-2626. amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما.
مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. GLVs با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن GLVs تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز GLVs را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. GLVs همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های GLVs همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVs از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های GLVs دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVs از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در GLVs، شارژ اشتراک GLVs، شارژ اپلیکیشن تلفنی GLTalk، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. هم اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. من منتظر پاسخ جناب دکتر منصور فرهنگ هستم به این سوالم راجع به کهنه‌کاران سیاست ایران که خب همونطور که خودشون هم اشاره کردن زیاد کارنامه درخشانی ندارن. دکتر فرهنگ فکر نمی‌کنید الان دیگه نوبت باید میدون رو خالی بکنن این افراد و فرصت بدن به جوانایی که فعال هستن در ایران؟ از اینکه فرصت باید بدن به جوانا تردیدی نیست، برای اینکه الان 2/3 جمعیت ایران نسل‌های بعد از انقلاب هم مبارزاتی که در داخل بدون، ولی واقعیت امر اینه که به عنوان در خارج از کشور بخشایی که فعال هستند به نام جبهه ملی، به نام نیروهای چپ، به نام لیبرال، به نام نهضت آزادی، گروه‌های مختلف آزادی خواهان فمینیستا و این حرفا، همه اینا فعالن. توجه داشته باشیم که ممکنه که جبهه ملی یا چریک های فدایی همون اسم گذشتهشون رو داشته باشن، ولی دنیا عوض شده. فروپاشیش رو در توجه داشته باشیم که قبل از اومدن جمهوری اسلامی مبارزات سیاسی در داخل کشور، مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی محسوب میشد. حالا ممکنه که اغراق‌گویی راجبش میشد، ولی در ذهنیت و در بینش فعالین مبارزات ضد، یعنی ایران وابستگی به اصطلاح امپریالیستی یا استعماری داشت در بینش بسیاری از گروه‌ها، و بینشی بود که در واقع همه گروه‌های فعال بهش معتقد بود. امروز اون تموم شده. امروز مبارزه‌ای که در داخل مبارزه ضد فاشیستیه و این مبارزه ضد اون فاشیست از درون خود جامعه ایران میاد. بله، این فاشیست ریشه در خرافات و اوهام و افسانه های مذهبی و آخوندیسم داره که برمیگرده از زمان مشروطیت هم نظر فکری وجود داشته و امروز. بنابراین وقتی ما امروز صحبت از جبهه ملی یا نیروهای چپ یا نیروهای لیبرال یا نهضت آزادی بکنیم، اینا موازهشون امروز با موازه گذشته خیلی فرق میکنه.
یعنی امروز دارن یه مبارزه کاملا بومی و ضد امپریالیستی ضد فاشیستی داخلی میکنن. ولی این اسامی تو فرهنگ سیاسی ایران مهمن. مثلا که جبهه ملی دوره مصدق داره، مبارزات بر آزاد بسیار ملی کردن نفت رو داره، شخصیت های برجسته‌ای بودن در جبهه ملی و همین مثلا نیروهای چپ زمین تا آسمون فرق کردن. در گذشته این به صدا یوتوپیاهای خارج بذار در چین بود یا در شوروی بود یا در کوبا بود یا در آلبانی بود، به صدا این مدینه های فرامرزی موازه گروه های چپ در داخل ایران رو سخت تحت تاثیر داشتن که وقتی یه طرف میخواستی طرف میپرسیدی که راجب ایران اون رو چی میگی، میخواست میگید از لنین نقل قول میابرد، از مارکس نقل قول میابرد، از کوبا نقل قول میابرد، از ماوستو نقل. امروز هم چیزی وجود نداره. بنابراین این همونطور که شما میگید اون موازه گذشته، اون بینش های گذشته از بین رفته و امروز هم اگر شما ادبیات جبهه ملی و ادبیات چپ، ادبیات لیبرال، ادبیات نهضت آزادی که در خارج از کشور بسیار وسیع بخونیم، قابل مقایسه با گذشته نیست. بنابراین حرف شما از نظر محتوی و اسامی به اون شکل درسته، ولی دنیا عوض شده، ایران عوض شده و این و امروز جامعه ایران توجه داشته باشیم که شعارا در داخل ایران چیه؟ شعارا در گذشته، شعارایی که در داخل تمام شعارات ضد فاشیستیه. بله. و این فرق برخلاف گذشته که ما انتقاد میکردیم از آمریکا و انگلیس و فرانسه و غیر سالک که برای اینکه از جهت استبداد با رژیم پهلوی روابط نزدیک داشت. امروز ما از اینا میخوایم که به ما کمک بکنن برای به صلاح محصول کردن و تضعیف کردن این رژیم. اینه که تغییر کرده و من فکر میکنم که فعالین خارج از که اکثریت بزرگ فعالین خارج از کشور در چارچوب اون گروه ها و یا مواضع خاص حزبی که میگیرن این واقعیات رو میدونن و در نوشته هاشون و در مصاحبه هاشون خیلی روشنه که نمیخوان برگرده. دنیا عوض شده، جنگ سرد وجود داشت، جنگ سرد از بین رفته، دنیا از جهت اقتصادی، از نظر ایدئولوژیک، از نظر امنیتی تغییرات اساسی کرده و من فکر میکنم که این گروه های سیاسی که در گذشته در ایران بودن اونها هم تحت تاثیر این تغییرات بودن. دکتر فرهنگ، وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان تهدید کرده دولت فرانسه رو که جلوی کارهایی رو که یک نشریه طنز و کاریکاتور معروف دنیا که 12 نفر از نویسندگان و طراحان این کاریکاتورهایی رو که تولید میکردن و چاپ میکردن و نشریه شارلی ابدو تهدید کرده که این اهانتی که به رهبر جمهوری اسلامی شده در کاریکاتورهای اخیر که بین این کاریکاتوریست ها یک خانم جوان ایرانی هست و یک به اصطلاح مرد ایرانی که این کاریکاتورها رو تولید کردن، این واقعا آقای امیر عبداللهیان به عنوان یک وزیر خارجه یک رژیم متوجه نیست که دولت در کشورهای دموکرات نمیتونه به جلوی آزادی اندیشه، آزادی رسانه رو بگیره؟ این تهدیدا چیه؟ این تهدید برخی این در واقع بخشی از ایدئولوژی که رژیمه. مگه موقعی که خمینی سر نوشتن کتاب آیات شیطانی اومد که نویسنده انگلیسی رو میخواست یا در کسانی رو که در خارج دو تا مترجمین آیات شیطانی رو، این در واقع داره حرفی رو که میزنه در واقع موضع رژیم جمهوری اسلامی در 43-44 سال گذشته بوده و هیچ بعید نیست که ممکنه که کسانی داشته باشن همونطور که ایرانی های خارج از کشور که فعال بودن یا خارجی هایی بودن که کشتن یا حمله ای که به سلمان رشدی شد ازش دفاع کردن و جشن گرفتن در ایران، این خطرات وجود داره. ولی این خطرات تغییری در واقعیت در دنیای غرب نمیده،
در واقع اون چیزی رو که اونا در دنیای غرب نمیخوان، یعنی اون آزادی بیان رو و افشا کردن ماهیت فاسد و خرافاتی این اعتقادات 1400 سال پیش رو، اینا نه تنها تغییر میکنه بلکه رفتار کردار اونا این فعالیت ها رو خلاق‌تر و در واقع وسیع‌تر هم میکنه. ولی دروغ گفتن و حق بازی کردن و حرفای نامربوط زدن و تبلیغات کردن، اینا توی ماهیت رژیم ایرانه، یعنی ماهیت فاشیستی رژیم ایران یعنی دشمنی با واقعیت، یعنی دشمنی با حقیقت، دشمنی با منافع ملی ایران، دشمنی با رفاه و حیثیت و اعتبار جامعه ایران. خامنه ای، علی خامنه ای یک فاشیسته، هیتلر ایرانه، هیتلر ایران یه واقعیت غیر قابل، در واقع این نه به عنوان یه پرخاشگری ولی به حرفایی که میزنه و رفتاری که دارن اینه که بله این اینا رو این عناصر خودشون رو که اولا در ایران یک رهبر بلا منازع داریم که هیتلر رهبر بلا منازع بود، موسولینی رهبر بلا منازع بود، کاسترو رهبر بلا منازع بود. این چرت و پرتایی که ایران راجع به انتخابات و مجلس و این حرفا میزنه، اینا همه پوچ و بی‌معنیه و همه دنیا میدونه. امروز یک فاشیست قدرت مطلق به اسم علی خامنه ای داریم که در واقع عناصر رو به اصطلاح بادمجون دور قاپچینای خودش رو به مواضع مختلف منتسب میکنه و اونها هر حرفی که میزنن در واقع بیانگر موضع علی خامنه ای فاشیسته. این یه واقعیت غیر قابل انکار، بنابراین طرز دیگه یه ما بعد از نظر منطقی و اصولی نیازی نیست به این چیزا نگاه بکنیم، بلکه بیانگر دروغ‌ها و حق‌بازی‌ها و اقرارگویی‌های فاشیستی علی خامنه ای. ممنونم دکتر فرهنگ. هادی خورسندی این کنشگر واقعا بی نظیر ما که با طنز خودش و نوشته های جدی خودش چندین بار واقعا موجب شده که حتی جانش به خطر بیفته و تن سران جمهوری اسلامی رو به لرزه میاره، در مورد این کاریکاتورها در برنامه تلویزیون ایران اینترنشنال شرکت کرد و دوست داشت که راجع به یکی از این کاریکاتورها که کاریکاتوریست مرد ایرانی داده بود و این خیلی مهمه که کاریکاتوری مورد قبول شارلی ابدو قرار بگیره و چاپ بشه اونجا، تو نتونست اونطوری که باید و شاید توضیح بده برای اینکه نتونستن اون تصویر رو به موقع بیارن که او توضیح بده. امیدوارم بتونم باش قراری بگذارم که بیاد این توضیحات رو بده. شارلی ابدو نترسید، به اصطلاح نویسنده هاش کاریکاتوریست هاست و کاریکاتوریست هاش از تروریست ها نترسیدن و کارشون ادامه دادن و ادامه میدن و این موهبتیست که ما در ایران سالیان سال جدید هم نیست، از دیر ایام ما با این سانسور مطبوعات، خود سانسوری و فشارهایی که روی رسانه های آزاد بوده روبرو بودیم. ولی فکر نمی کنید این سوالیست که قبلا هم من از شما پرسیدم و پاسخ دادید ولی لازمه که مرتب بهش بپردازیم. فکر نمی کنید چهره ای رو که این قیام انقلابی مردم ایران، این شورش انقلابی، این جهشی رو که مردم داشتن، یک چهره جدید و واقع بینانه تری رو در مقابل جهانیان گذاشته؟ کاملا. اول یه نکته که دقیقا در رابطه با صحبتهایی که قبلا کردین، این که چه به سر عالی پیام و چه طنز یکی از راه های مبارزه با فاشیست به حاکم بر ایران شده و طنز در این 43 سال گذشته، طنز سیاسی توی تحول اساسی رفته. تنها کسی که این طنز سیاسی رو قبل از دیگران در ایران مطرح کرد، زنده یاد ایرج پزشکزاد بود. که واقعا اون همیشه وقتی صحبت طنزم میکرد میگفت مقصودش از طنز فقط خنده این نیستش که بخواد خنده ایجاد بکنه، در که یه نوع تراجدی، یه نوع مصیبتی هم توی اون هست که از طنز تلخ صحبت میکرد دکتر فرهنگ جان.
از طنز تلخ صحبت. از طنز تلخ دقیقاً طنز و دقیقاً هم طنز عالی پیام یا دیگرانی که امروز دوست شما که مصاحبه کردین باش چند بار هادی خورسندی عزیز بله هادی خورسندی عزیز این طنز واقعاً طنز تلخ یعنی طنزی که از یک به اصطلاح تراژدی جامعه ایران داره میاد ولی در ضمن هم طنزی که از راه‌های مبارزه با این توی توده های مثلا مثال بخوام مثلا وقتی امام جمعه اصفهان میگه که علت خشک شدن رودخانه زایند رود اینه که زنان بیهجاب در کنار این رودخونه را رفتن شما وقتی راجع به این مینویسی این فقط یه طنز این که طنز تلخه که این امام جمعه عده هزاران نفر میرن پشتش نماز بخونند این بنابراین سوالی رو که شما جواب سوال شما رو ندادم من اون نکته رو ممکنه مطرح بکنید بله منظورم این بود که فکر نمی کنید که یکی از چیزایی که ما محروم بودیم همین مسئله طنز بله. که سران جمهوری اسلامی تا به تحمل طنز رو ندارن بله و همین تو توده های مردم بخش های قابل توجه از طریق این طنز یه بینش سیاسی هم میگیرن مثلا بهترین طنز تلخی که به نظر من کلاسیک شده توی خود ایرج پزشکزاد بیش از هر کس شخص دیگری واقعا که این واقعیتی شده که و امروز هم این مبارزات این تحولی که در ایران ایجاد شده عکس العملی است به نهادینه کردن فاشیسم مذهبی در ایران یعنی نهادهای کشور را عوض کردن و خیلی مثلا کتابهایی که در رابطه با آموزش یا ایندوکترینیشن یعنی مغزشویی در ایران دبستان و دبیرستان خصوصا در دبستان اون 5-6 سال اول کتابایی رو که درست کردن و کارهایی که معلم‌ها میکنن یا سرودهایی که براشون میخونن نوعی مخشوی نوعی ایندوکترینیشنه که موفق نشده بنابراین عکس عملی که ما از طرف الان 75% از جمعیت ایران زیر 50 ساله عکس عملی که ما از این بخشای جامعه نسبت به رژیم نسبت به تبلیغاتش نسبت به ادعاش میگیریم زمین تا آسمون فرق داره تو عکس العملی رو که نسل‌های ما از گذشته ها می‌گرفتن یعنی ببخشید سوالی که من مطرح کرده بودم و معذرت می‌خوام که تکرارش رو به اشتباه گفتم گفتم که فکر نمی‌کنید که این جنبش انقلابی مردم ایران و جوانای ما که خود رژیم رو آچمز کرده گذشته یعنی باورش نمی‌شد یه چهره دیگری از مردم ما رو نشون داده به جهانیان و اون صورت کریهی رو که جمهوری اسلامی ارائه میداد اون دیگه نیست اینو قبلا هم با شما مطرح کرده بودم در گذشته از زمان مشروطیت تا زبان ها تا قبل مبارزات سیاسی ایران جنبه ضد استبدادی داشته ضد امپریالیستی داشته ضد استعماری داشته ملی شدن نفت بود و تمام دوره حتی بعد از کودتای 28 مرداد هم اگر ما ادبیات سیاسی جبهه ملی و نیروهای چپ و نهضت آزادی رو بخونیم دارن بر ضد رژیمی دارن مبارزه میکنن که این رژیم وابستگی های خارجی داره حالا صحیح یا غلطش رو کنار بذارید دنیای سیاست دنیاییه که ما بینش انسان ها مهمه حالا اون بینش ممکنه توش اقراقویی باشه تو اون بینش اشتباهاتی باشه ولی اون بینش ها انگیزه و به اصطلاح دلایل و خواسته های تشکیلات رو تأثیرات اساسی روش داره امروز اتفاقی مدقی در ایران افتاده و واقعا هم شخصیت های برجسته‌ای دارن راجبش مطالعات تاریخی میکنن از جمله عباس امانت در کتاب ماده و دیگران اون اینه که در واقع میگن این نهضت روشنگریه نهضت یعنی شباهت این انقلابی که در ایران داری میشه شباهت زیادی به انقلابی که در فرانسه ایجاد شد رنسانسه
نقطه روشن، یعنی دارن ارزش های سنتی رو، ارزش های مذهبی رو که امروز توجیهگر استبداد، توجیهگر فاشیست در ایرانه، اونا رو زیر سوال بردن و بدیل که فردیت مهم شده، یعنی اصلا ماهیت مبارزه در داخل. بنابراین این فقط این نیست که در ایران بی سابقه است، نهضت که سه چهار ماه گذشته در ایران رو به رشد بوده که ریشه های اون در 40 ساله که کاشته شده تا این نتایج دیده داده، این در تمام کشورهای اسلامی بی سابقه است، به هیچ وجه محدود به ایران نیست. یعنی it's a renaissance، یعنی نهضت رنسانس، یعنی نهضت روشنگری، یعنی این فردیت، آزادی فرد، آزادی فرد و حق انتخاب فرد که چگونه میخواد زندگی بکنه نقش بسیار مهمی در کنار استقلال، در کنار عدالت‌خواهی و غیر زاله. از این جهت حرف شما کاملا درسته که ماهیت این و کتاب آقای کتابی که 1000 صفحه است این کتاب، ولی یکی از بهترین کتاب هاییست که راجع رشد ایران و خصوصا که چگونه با اینجا رسید، کتاب مادرن ایران، ایران این مادرن هیستوری، تایتل کتاب با عباس دولت که ییل یونیورسیتی پس کرده و من این کتاب رو با دقت واقعا خوندم که در حتی NYU نیویورک یونیورسیتی در اینجا جلساتی هم با عده از دوستان گذاشتیم، خود آقای عباس امارت هم ملحق شد به ما بحث راجب شد. اون کتابیه که واقعا علاقمندان به فهم ماهیت و حتی بالاتر از اون آقای عباس امانت یک مصاحبه بسیار جالبی راجب اوضاع احوال کنونی با یکی از این وبسایت ها داشته که بله. اون هم بسیار جالبه که من اونو برای شما فرستادم. بله من اون رو دیدم. دیگران هم هستن منطب، یکی از کسانی که حداقل از نظر من فکر میکنم عمیق‌تر و تاریخی‌تر به خاطر دانش استثنایی که از تاریخ مدرن ایران داره، که این در واقع یه نهضت رنسانسه، یه نهضت آزادی خواهیه که در ایران برای اولین بار داره بخش توده‌ای و فصیح اجتماعی میکره. متشکرم دکتر فرهنگ. ما فرصت خیلی کوتاهی داریم، نزدیک به 1.5 دقیقه. آیا بدشانسی مردم ما نمیبینید که در بحبوحه شرایطی که ممکنه کشورهایی مثل امریکا مثلا که نقش کلیدی میتونه بازی بکنه برای حمایت از جنبش آزادی خواهانه، جنبش انقلابی مردم ایران، خودش درگیر یک شرایط سیاسی وحشتناکی میشه که الان تا همین لحظه که من و شما داریم صحبت میکنیم ادامه پیدا کرده و هنوز نتونستن در مجلس نمایندگان رهبر اکثریت رو انتخاب بکنن؟ فکر نمیکنید که این یکی دیگه از بدشانسی هاییست که ما باش روبرو شدیم؟ در گذشته هم این گونه بدشانسی ها رو آوردیم در این بحبوحه این گونه اتفاقات. این موقتیه، از بین میره. من فکر میکنم که واقعیت امر اینه که این مبارزات بنسبت این رنسانس و این نهضت روشنگری جامعه ایران دنیا را، یعنی ناظرین بسیاری از مردم توجه های محدودی به این مسائل بین المللی دارن، ولی بخش های قابل توجهی در آمریکا و اروپا، طرفداران حقوق بشر، طرفداران به اصطلاح صلح در دنیا، بیش از هر زمان دیگری دارن به ایران توجه میکنن و توجهشون خیلی عمیق و اصولی تر از هر زمان دیگر. بله ممکنه که مسائل کوتاه مدتی پیش بیاد که بخواد توجه اونها رو مثل اون انعطاف به ایران یه مقدار تضعیف بکنه، ولی دنیا، یعنی ماهیت رژیم ایران، اون چیزی که هست، بزرگ افتخار بزرگی که این نهضت روشنگری، نهضت رنسانس در ایران داشته، محدود به این خود مردم ایران، محدود به آزادی خواهی در کشور نبوده، بلکه نشون دادن ماهیت فاشیستی این رژیم از یک طرف و توانایی بالقوه جوانان ایران برای بدیل دموکراتیکه، به خصوص زنان و دختران بدون جمله. با سپاس از مهمان ارجمند برنامه و شما بینندگانی که این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشیم و در پایان تشکر از امیر شهرتی
کارگردان فنی برنامه، تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز روزگار به شما خوش.